هللویا 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 دان سپاس خداوند ما ایسای مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را که باز هم فرصتی را فراهم کرد تا من و شما خوبان با هم صحبت کنیم بنده داود نصار و همسایه شما خوبان هستم به شما خیلی خوش آمد میگم به برنامه خوبی خودتون ایسا تنها راه نجات زیرا خدا جهان را اینقدر محبت کرد که تنها پسر یکانه خود را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جو و دنیا. بود از آن خدا این امروز باز هم یک روزی را فراهم کرد یک روزی را به ما فرصت داد که تا ما و پسر یگانه پدر ایمان بیاریم وقتی که ما به پسر یگانه پدر ایمان میاریم ما حیات جاودان داریم وقتی که ما به خدا وصل موشیم حیات جاودان داریم حیات داشتن یعنی که ما به منبع حیات که خدا آنمون مسیح هست وصل بشیم اگر ما به منبع حیات که خدا آنمون مسیح شاه جلال هست وصل نباشیم ما حیات نداریم چون که ما به منبع حیات وصل نیستیم برای همین است که عیسی تنها راه نجات است چون یک منبع حیات نجات داره وجود داره یک خالق حیات وجود داره و یک دهنده حیات وجود داره و اون هم خداوند من ایسای مسیح شاه جلال با اتحاد پدر و پسر پدر پسر و روح القدس است این پدر پسر روح القدس هست که ما را آفریده برای جلال خودش آفریده و به ما حیات داده برای جلال خودش حیات داده خداوند من ایسای مسیح شاه جلال به شما هم برکت بده و دعا میکنم به نام قدوس خداوند مسیح مسیح شاجال که ابر جلال خدا ابر جلال خداوند مسیح مسیح شاه جلال بر شما قرار بگیره و خداوند مسیح مسیح شاه جلال امروز با شما ملاقات کنه و امروز روز ملاقات شما با خداوند مسیح مسیح شاه جلال باشه آمین از آن امروز میاد که در موردی الیشا با هم صحبت کنیم الیشا مرد خدا که خدا نوسی مسیح شاه جلال از این مرد استفاده کرد نام قدوسش را جلال داد و از این مرد استفاده کرد تا اراده خودش را به قومش درس بده از این مرد استفاده کرد تا قومش را هدایت بکنه از این مرد استفاده کرد از این مرد استفاده کرد تا به ما هم بگه خدا آن نوسی مسیح شاه جلال مسیح موعود پسر یگانه پدر برای بی نقص پدر شعر یهودا وقتی که و جهان می آید چگونه قرار باشه و چگونه هست چون الیشه علی، عزیزان،, عزیزان تصویر از, از, از خدا آنمون مسیح شاه جلال بود که خدا آنمون مسیح شاه جلال آمد و همه چیز را که تمام انبیا در عهد عتیق زندگی کرد خدا آنمون مسیح شاه جلال کاملش هست عزیزان خداوند نمیدونه مسیح شاه جلال او خدا هست و تمام انبیا را هر کی را که فرستاد خدا نمیدونه مسیح شاه جلال فرستاد تا پیام آوری او باشد تا تا پیام آور او نه تنها پیام آور او باشه بلکه به ما بگه که مسیح موعود خداوند منسای مسیح شاه جلال چگونه هست و چی, چی از ما میخواد امروز میاد که در مورد این مرد خدا صحبت کنیم که دست خدا با او بود و خداوند و سی مسیح شاه جلال داد. از طریق این شخص الیشا نبی خودش خودش را جلال داد برادر بسیار عزیزمون برادر امید با ما هست که ما را امروز در این زمینه هدایت کنه و به ما بگه که الیشا چطوری نام خداوند و سی مسیح شاه جلال را جلال داد و این چی و ما از این چی درس امروز میتنیم بگیریم باز با ما باشید از برنامه خوب خودتان ایسا تنها راه نجات لذت ببرید ما کتاب مقدس را از کتاب دوم پادشاهان عزیزان داریم میخوانیم از دوم, دوم پادشاهان هست که داستان الیشه کارهایی را که الیشا کرد کارهایی را که خدا آنه و مسیح شاه جلال از طریق انجام داد در دوم پادشاهان شما میتونید این پیدا کنید و بخوانید با ما هم کلام باشید به نام خدا آنه شاه جلال آمین خیلی خوش آمدین برادر شکران عزیز و محترم در آغاز برنامه شکر میکنم خداوند عیسی مسیح رو که فرصتی دوباره به من و شما داد تا در حضورش نام خودش رو جلال بدیم همونطور که شما گفتید ما امروز داریم راجبه شخصیتی از کتاب مقدس صحبت میکنیم که در عهد عتیق، و جلوگر نام ایسای مسیح میشه و کارهایی رو که میکنه برای ما تمام یادآور معجزاتیه که عیسی مسیح در عهد جدید برای ما انجام داده و این شخصیت الیشه شخصیتیه که در عهد عتیق بیشترین معجزات رو به خودش اختصاص داده و شخصی بوده که دقیقا مثل عیسی مسیح در بین مردم بوده و تمام نیازهای مردم رو درک میکرده لمس میکرده و در با قدرت خداوند سعی میکرده که این نیازهای مردم رو برطرف بکنه تا نام عیسی مسیح رو جلال بده نام خدای پدر رو جلال بده ما میدونیم نام الیشه در کتاب مقدس برای اولین بار در کتاب اول پادشاهان باب 19 میاد و داستان اومدن الیشه در کتاب مقدس به این صورت شروع میشه که وقتی که ایلیا گفته بودیم که نبی خداوند بود میره به کوه هوریب یا سینا خداوند سه تا دستور به او میده و اون سه تا دستورش این بوده که یک شخصی به نام هزائیل رو به پادشاهی به قوم عرام که همون سوریه فعلی باشه در بیاره و یکی دیگه به نام یهو یه پسر نمشی رو به پادشاهی اسرائیل در بیاره و الیشه پسر شافات رو مز کنه تا به جای خود ایلیا در خدمت خداوند باشه یک توضیح خیلی کوتاهی ما میدیم ما گفتیم خداوند برای اینکه بعضی از کارهاشو انجام بده و به سرانجام برسونه از بعضی از افراد استفاده میکنه این هزائیل و یهو پادشاه های بسیار قصیل قلبی بودند که خداوند به خاطر اینکه از اونا استفاده میکنه به خاطر اینکه به الپرستی رو کن بکنه حتی ما میبینیم خداوند به ایلیا میگه اگر شخصی یعنی این کشتنی که الان میخوایم بگیم ما اشتباه نشه منظور کشتنیه که در رابطه با به صلاح از بین بردن پرستش به بوده میگه اگر کسی رو شمشیر هزائیل از بین ببره که به صلاح کشته شده اگر او نتونست بکن بکشه یهو اون رو از بین میبره و اگر این دو پادشاه نکشتن حتما توسط الیشه از بین خواهد رفت پس ما میبینیم در آغاز برنامه میگیم زمانی که الیشه خدمت خودش رو تموم میکنه تقریبا میشه گفت ریشه بعلپرستی و بتپرستی که توسط یرب آم پای گذاری شده بود در اسرائیل اون از بین میره حالا ما برمیگردیم باز به شخصیت خود الیشه که گفتیم برای ما جلوگر ایسای مسیحه مقدم ساز راه ایسای مسیحه شخصیتیه که ما اگر کتابش رو میخونیم و به صلاح واقعیت هایی رو که در کتاب مقدس برای ما آشکار شده میخونیم فقط به فقط یاد ایسای مسیح میفتیم ما اینجا باید بگیم الیشه معنی نام الیشه به معنی خدای من نجات است خدای من رستگاری من است این الیشه معنی اینه و ما میدونیم که در عهد جدید عیسی مسیح با زبان مبارک خودشون در لغا چهارده لغا چهار بیست و هفت از الیشه و ایلیا نام می بره پس ما میبینیم که این شخصیت شخصیت بزرگی بوده که خود عیسی مسیح با زبان مبارک خودشون این از این دو شخصیت نام میبره و یاد میکنه پس ما باید بدونیم این شخصیت شخصیت کمی نیست و کم اهمیت نیست <applause> بعد الیشه رو ما داریم الیشه رو ما داریم زمانی که ایلیا گفتیم قرار شد که خدا این رو به آسمان ها ببره و عروجی داشته باشه در کنار ایلیا بوده و از جلجال به سمت از جلجال به سمت تیز میرن بیت ایل میرن یعنی در واقع ایلیا و الیشه به سمت بیت ایل میرن و وقتی که داشتن میرفتن ایلیا به الیشه میگه تو به همراه من نیا چون من باید به سلا از جلجال به بیت ایل برم که برمیگرده میگرده الیشه میگه که من باید در کنار تو باشم و به خداوندی خدا و به وجود تو قسم میخورم که من تو رو تنها نمیذارم باز از بیت ایل میره به عریها و باز همین داستان اتفاق میفته از عریها باز میرن به سمت اردن و وقتی که در اردن بودن گفتیم ایلیا ردای خودش رو به آب بله اردن میزنه و آب مثل دریای سرخ همون اتفاقی که برای موسی افتاد ما میبینیم همون اتفاق میفته و رود اردن باز میشه و اینا گذر میکنن و ما میتونیم بگیم که الیشه و ایلیا برای ما شخصیت موسا و یوشع رو به یاد میارن و این دوتا در واقع یکی معلم بود و یکی خادم یا خدمتگزارش بود که در واقع هر جفتشون خدمتگزار خداوند بودند و جزو مردان خدا بودند بعد ما میبینیم زمانی که ایلیا داشته به صلاح میخواسته به آسمون بره میخواسته به آسمان بره در اون دقایق آخر ایلیا برمیگرده به الیشا میگه آیا کاری هست که من برای تو انجام بدم یا چیزی از من درخواست داری الیشا چون در حال تعلیم بوده برمیگرده به ایلیا میگه که روح که در تو هست دو چندان به من داده بشه ببینید اینجا دلیل بر این نیستش که الیشه میخواسته خودش رو برتر از ایلیا بکنه از اونجایی که اشتیاق خدمت به خداوند داشته و از طرفی ما در تصنیه داشتیم که نخستادگان معمولا دو برابر ارث میبردن از پدر این میخواسته در واقع اون ارثی رو که یک نخستاده داشته یک خادم به داشته رو از ایلیا به ارث ببره و از اونجا اینکه این, این نیتش هم نیت خیری بوده خداوند دقیقا اون روح ایلیا رو دو برابر به الیشه میده و وقتی که ایلیا بهش میگه این کار بسیار کار سختیه اما وقتی که من دارم به آسمان برده میشم تو اگر من رو ببینی این کار برای تو شدنیه که خداوند دعای این رو و تقاضای این رو در واقع مستجاب میکنه گفتیم به علت اینکه واقعا نیتش نیت خدمت به خداوند بوده <applause> بعد ردای ایلیا رو میگیره و اولین معجزه الیشه اینجا شروع میشه که اون ردا رو وقتی که ردای خودش رو در میاره و به صلاح ردای ایلیا رو برتن میکنه به خاطر اینکه میخواسته متوجه بشه و به دیگران در واقع بفهمونه که روح ایلیا و روحی که خداوند به ایلیا داده بود در الیشه هست اون ردا رو رود اردن میزنه و رود اردن باز میشه و این به عنوان اولین معجزه الیشه اتفاق میفته بعد اینجا حالا ما باید یه توضیح کوتاهی بدم در سال 848 قبل از میلاد یعنی یه چیزی هلوش 850 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به دنیا بیفته تمام این اتفاقاتی رو که ما الان داریم صحبتشون میکنیم زمین ساز اومدن عیسی مسیح برای ما میشه و این موجزاتی رو که الیشه انجام میده موجزاتیه که در آینده توسط عیسی مسیح انجام میشه و ما در واقع برای ما و مردمی که هستیم یک کار خیلی عجیب و غریبی نمیشه چرا به خاطر اینکه ما گفتیم عهد عتیق مقدمه ساز راه عیسی مسیح بوده و یه چیزی خیلی جالب بود که وقتی که الیش الیشا از الیا درخواست کرد که مثلا روحی که در روحی که در تو هست دو چند دانش بر من بشه روح خداوند منسای مسی بر الیا بود و دو چندانش این درخواست کرد الیشا شاگرد الیا بود و اینجا ما میبینیم که وقت مثلا اگر الیشا رو در الیا رو در بگیم خداوند مثلا در تصویر از خداوند مسی است الیشه شاگردش بود و کلیسا کسانی که به خدا و مسیح شاه جلال ایمان در شاگردان خدا و نسای مسیح شاه جلال باشه خدا و نسای مسیح شاه جلال گفت من میرم وقتی که من رف، رفتم روح القدس را رو میفرستم که بر شما باشه با شما باشه گفت رفتن من به نفع شماست چرا چون که من الان که انسان شدم خدا و نسای مسیح گفت من الان که انسان شدم در محدودیت انسانی در جسم انسانی در یک زمان خاص میتونم با شما در یک جا قرار بگیرم ولی وقتی که روح القدس بیاد محدود نیست هر کجا با هر کسی در هر زمانی هست دنیا پر میکنه همه شما وقتی خدا آن منسای مسیح سعود کرد در روز پنتیکاز ما که روح القدس آمد وقتی که روح القدس آمد دنیا شاگردان خدا آن مسیح هر جا که بود پر شد یعنی زمانی خداوند موسی مسیح بود روح القدس با خداوند موسی مسیح بود با خداوند موسی مسیح کار میکرد ولی وقتی خداوند موسی مسیح رفت به طور گسترده با تمام شاگردان خداوند موسی مسیح شاه جلال بود که اینجا که مثلا الیشا در شاگ اگر شاگرد الیا هست میتونه در مقام شاگردان خداوند موسی مسیح شاه جلال باشه که کسانی که به خداوند موسی مسیح شاه جلال ایمان میارن همچون که الیشا درخواست کرد از الیا که روح دو چه که در تو هست دو چندانش بر من قرار بگیره ما وقتی که به خداوند مسیح مسیح شاهجال ایمان میاریم از خداوند مسیح جلال خدا مسیح شاهجال میخوایم خداوند مسیح مسیح شاهجال روح را بر من بریز روحی را که فقط الیشا میتونست از طریق الیا دریافت کنه چون روح خدا بر او بود از او درخواست کرد خدا دعایش را شنید دریافت روح قدوس خدا فقط از خود خدا خداوند مسیح مسیح که ما شاگردایش هستیم میسر میشه با شرطش اینه که ما باید شاگردی عیسی مسیح باشه که الیشا شاگرد, شاگرد الیا بود و روح خدا دوچندان چندان برش قرار گرفت بفهم خواهش می‌کنم حالا یه یادآور یه جمله ای از کتاب مقدس برای من شد که همونطور که فرمودید وقتی که عیسی مسیح میگه در روز که پنتیکاس میگه من ببخشید در روز اروجش میگه که وقت من میرم و روحم رو بر شما می زدم که شما کارهای بزرگتری انجام بدید ام. ببینید دقیقا الیشه کاری رو کرد که بزرگتر از کارهای ایلیا بود ام. ما اگر همونطور که کلام به ما میگه اگر ایمانمون به اندازه ذره خردل خردلی باشه میتونیم کوها و دریا رو جا به جا بکنیم ام. به نام عیسی مسیح. مسیح چرا؟ چون روح عیسی مسیح روح خداوند عیسی مسیح در ما دمیده شده و شرطش اونه که همونجور که شما فرمودید ایمان به عیسی مسیح و دریافت روح القدس رو داشته باش آمین 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 خدا روش. آمین بله بعد داشتیم به این نکته اشاره میکردیم که الیشه تقریبا 850 سال قبل از ایسای مسیح خدمت خودش رو شروع کرد یعنی در واقع اینجوری میتونیم بگیم زمانی که ردا رو از ایلیا دریافت کرد و روح القدس در او دمیده شد 850 سال قبل از میلاد مسیحه ام. و تقریبا 51 سال خدمت کرد برای مردم و خداوند 51 سال یعنی یه چیزی اولوشه تا سال 797 قبل از میلاد به صلاح خدمت کرد که بعد حالا توضیح میدیم و در کتاب مقدس 18 نکته یادآوری شده که لیشا یا به صورت موجزه یا به صورت پیشگویی انجام میده که حالا اشاره میکنیم با توجه به این وقت کمی که داریم به طور فهرسوار تقریبا اشاره میکنیم به موجزاتی که الیشه انجام میده <applause> گفتیم ما اولین معجزش باز شدن به صلاح روح اردن، رود اردن بود بعد گروهی از مردم شهر اریها میان سراغ الیشه میگن ما در سرزمینی هستیم در منطقه هستیم که بسیار آب و هوای خوبیه و منطقه خوبیه اما آب اینجا باعث مرگ میشه و بی به صلاح بی حاصله زم... زمین رو بی حاصل, زمین رو بی حاصل, بی حاصل میکنه و الیشه میره و درخواست یک ظرف نو میکنه که تازه باشه و قسمتی از نمک رو میخواد درخواست میکنه که ما میبینیم با استفاده از کلام ما میگیم که وقتی که اینجا ما نمک کلمه نمک رو میشنویم دقیقا یاد ایسای مسیح میفتیم که پاک کننده همه چیزه و نمک این جهانه و میاد اون نمک رو که در واقع تطهیر کننده است البته ما میدونیم اون مقدار نمک قادر نبوده یک چشمه رو چیز بکنه این تمثیلی بوده برای من و شما که حضور عیسی مسیح باید برای پاک کردن وجود من و شما باشه که ما بتونیم وجود خودمون رو پاک کنیم آمد. و توسط اون نمک بسیار کم یک چشمه ای رو البته دعا میکنه به صدا که میگه خدایا من میخوام که این آب پاک بشه و حاصل خیز بکنه زمین ها رو مرگ و مرگ از او برداشته بشه این به عنوان دومین معجزه در واقع الیشا است که در کتاب دوم پادشاهان باب دو آیه 19 تا 22 میتونن بینندگان عزیز به طور کامل اینو بخونن آمن. و اینجا برادر گفتین مرگ اون آب مرگ میارد دیگه هر که مثلا از اون منوشید مرگ باعث مرگش میشد و زمین هم به حاصل میشد و ایلیشه این کار را کرد خداوند موسی مسیح شاه جلال آب را شفا داد. و خداوند موسی مسیح شاه جلال برادر گفت بیاید نزد من کسانی که تشنه هست بیایید نزد من که من به شما آب حیات میدم آب حیات آب زنده به شما میدم ما اینجا میبینیم که برادر اون فرمودن که کلام میفرماید آب مرگ درش بود باعث مرگ مشود و خدا از الیشه استفاده کرد آب را شفا داد. و خدا نمیسته مسیح شاه جلال گفت بیاید نزد من من آب حیات به شما میدم آب حیات بخش آب حیات به شما حتی اون آب تصویر از خداوند هست ما سیجال ما در کجا میتونیم آب رو آب حیات رو پیدا کنیم آب حیات بخش رو کجا میتونیم مرگ از ما بریم جایی بریم کجا میتونیم جایی باشه که مرگ درش نباشه در صلیب خداوند مسیح مسیح شاه جلال ایمان بیارید به خداوند مسیح مسیح شاه جلال با ایمان آوردن به خداوند مسیح به خداوند مسیح شاه جلال مرگ از شما برداشته میشه و شما آب حیات آب زنده میچشید به نام خداوند مسیح مسیح شاه جلال بعد سومین پیشگویی که میکنه الیشه پیروزی پیروزی بوده که پیروزی اسرائیل قوم اسرائیل بر به معابیان بوده که پادشاه اسرائیل پادشاه یهودا و پادشاه ادوم در واقع این ستا با هم دیگه قصد میکنن که بر علیه معابیان بجنگن اما هیچ آبی نداشتن و لشکریانشون و تمام به اون افرادی که اونجا بودن دچار بی آبی میشن و الیشه اونجا پیشگویی میکنه که در واقع میگه که بدون اینکه به صلاح بارانی بیاد برای شما آب میاد که اون آب از سمت ادوم برای اونا میاد و در واقع این سپادشا بر معابیان به پیروز میشن مم. که این نرو این با ت... گفتم با توجه به وقت کمی که ما داریم و نیت ما داریم که در واقع این الیشه رو در این جلسه به پایان برسونیم به خواست خداوند اینو ما میتونن بینندگان عزیز در دوم پادشاهان باب سه به طور کامل و مفصل این رو داستانش رو بخونند بعد یک نکته ای که فقط من خواستم اینجا اشاره بکنم ما در کتاب خوندیم که خداوند را همیشه به شادی یاد بکنید به شادی بپرستید و در باب سه وقتی که الیشه میخواد دعا بکنه میگه برای من چنگ بنوازین و وقتی که چنگ می روح خداوند صدای خداوند به گوش الیشه میرسه پس ما میبینیم این تفاوتیه که ما اینجا داریم در واقع راه و روشی که عیسی مسیح داوود جدش به ما یاد داد اینه که ما پرستشمون باید با شادی باشه و این اختلاف مسیحیت با خیلی از راه و روش هایی رو که میبینیم در واقع راه ماتم رو پیش میگیرند و قرار خداوند رو همیشه با ماتم و غم بپرستن آره قطعا هم در اون که مثلا ما ایمان داریم که کتاب مقدس کلام خدا میگه خدای اون اصلا خدا نیست و یک چیزی دیگر که مثلا چون این حرف که آمد خدا مسیح شاهی جلال اینجا برای ما شکار میکنه که وقتی که ما در حضور خدا مرم با فروتنی می نوازیم برای خدا ما صدای خدا رو میشنیم این برای ما ثابت میکنه خدای ما زنده است با ما حرف میزنم وقتی که ما میریم که با او ارتباط برقرار کنیم ارتباط برقرار میشه چون خداوند مرسی مسیح آجال گفت راه حقیقت و حیات منم هیچ کس نزدی پدر نمیاد جز به واسطه من پس ما اگر با خداوند مرسی مسیح آجال ایمان بیاریم همچون که الیشه با خدا صحبت که صدای خدا را شنید خدای ما زنده هست از قیام کرده ما تب... او ما را هدایت میکنه نه این نیست که خب ما غم و ناله فقط صدای اطرافیان رو رو بشنویم درست اونا غم و ناله و سر صورتشون رو میزنن مردم خودشون رو روی آتیش را میرن و این بر میکنه قمه میزنن آخرش هم صدای ناله خودشون رو می میشنن ولی ما وقتی به خدا نمیسیم مثل شاج علی ایمان میاریم ما صدای خدا رو میشنیم این تفاوت بسیار بزرگیه بله بله بعد به عنوان چهار رومین معجزه ای رو که الیشه توسط اراده خداوند انجام میده که روح به صلاح خداوند رو جلال بده نام جلال خداوند رو جلال بده برای مردم قوم بنی اسرائیل چون که ما گفتیم در اون زمان بنی اسرائیل به طور کل رفته بودن به سمت بتپرستی و بعل رو میپرستیدن و الیشه کارش این بوده که در هر جا پا میذاره جلوگر راه عیسی مسیح باشه جلوگر اراده خداوند باشه به عنوان چهارمین معجزه ما در دوم پادشاهان باب چهار میخونیم که یکی از زنان انبیا که شوهرش در واقع از دست رفته بوده به صلاح مرده بوده میاد به سراغ الیشه میگه که طلبکارا قرار دو تا پسر من رو چون این رسمی بوده که ما گفتیم تو تصنیه و خروجم یاد شده ازش که طلبکار اجازه داره که در واقع اموال و پسران بسیلا اون شخصی رو که مقروزه رو ببرن اون زن میاد میگه که من دو پسر دارم و قرار طلبکار این دو پسر من رو به بندگی و غلامی ببره بعد الیشه میگه در خونه چی داری؟ میگه من فقط یک ظرف روغن دارم میگه برو هر چی ظرف میتونی تهیه بکن ظرف های تمام همسایات رو بگیر و برو تو اون خونه در رو ببند و تا میتونین در واقع این ظرف ها رو پر بکنید و از اون روغن بفروشید و به به صلاح طلبکار بدید و مازادش رو برای امرار معاش خودتون ببرید و این کار اتفاق میفته که تا جایی که ظرف بوده تا جایی که ظرف بوده اون روغنم بوده این پس نشون دهنده روغن مسه و ما باید ظرفیت خودمون و ظرف خودمون رو در این راه به صلاح هم راه بودن با عیسی مسیح ظرف خودمون رو بزرگتر بکنیم ام. که روغن بیشتری رو در خودمون بتونیم جای بدیم از کلام آمین آمین ام. ام. مثلا خدان نمایسای مسیح شاه جلال وقتی که در عهد عتیق ما میخوانیم که وقتی کاهنین مثلا در حضور خدا وای میستادن کاهین در مقام کهانت میرسیدن اینا مسح میشدن با روغن اینا رو مسح میکنن مثلا داود رو ما میبینیم وقتی که ساموئل داود رو برای پادشاهی مسح کرد که شاول رو مسکرد داود رو که محس کرد. اون پسر بچه رو میگه کوزه روغن رخت روی سرش و وقتی که ما میبینیم در مورد هارون صحبت میکنه هارون میگه خداوندا تو منو مسح کردی روغن مسح تو از سر من میاد روی ریش من و همچنان روی پیراهن من میگه این چقدر مسح تو چقدر زیباست با روغن و این تصویری از روح قدوس خداست که روح قدوس ما رو مس میکنه وقتی ما به خدای موسی مثل شایجال ایمان میاریم توسط ایمانمون این ظرف ایمانی ما همون ظرفایی که شما گفتین است که این روح قدوس خدا میاد ما را پر میکنه و این باید جاری باشه جاری باشه همچنان که ما شما فرمودید ما باید از خدایان مثل چوال جل بخوام که ظرف ایمان ما را گسترده کنه تا ما از خدا دریافت کنیم چون اون روغن هست تمام نمیشه اون روغن مسح خداست روغن خدا هست و اون میره تا زمانی که ما بس نگیم وقتی که ما بس بگیم میگه خدا با ما احترام میذاره میگه خب بسه. ولی ما باید بخوایم همیشه که مسیح خدا خداوند مسیح مسیح شاه جلال بر ما همچنان ادامه داشته باشه و با همچنان باشه و ما همچنان بدهکار کسی نباشیم و از خدا به خدا فقط واسه باشیم آمی. آمی. بعد به با عنوان پنجمین معجزه الیشه ما میتونیم از یک زنی بوده که در زن شونمی بوده که بسیار به صلاح اموال زیاد داشتن بعد مرتب الیشه از کنار منزل اونا رد می شده و هر بار که رد می شده این زن تعامی رو به عنوان غذا می داده به الیشه بعد یک بار به شوهرش برمیگرده میگه که ما در بالاخانه خودمون بیایم یه اتاقی برای این مرد خدا درست بکنیم که این اونجا بره به صلاح برای غذا خوردن و اینا بعد میرن یه جایی رو برای اون درست میکنن بعد وقتی که این کار رو انجام میدن الیشه برمیگرده میگه که بسلا ما باید من برای تو چه کار میتونم انجام بدم میگه که چه کار میتونم انجام بدم الیشه خادمی داشته شخصی رو داشته که دقیقا همون اتفاقی که برای خودش و ایلیا افتاده بوده اینا شاگردانی رو میگیرن که در واقع خادمین و نبی آینده بشن این خادم به الیشه برمیگرده میگه این زن فرزندی نداره پسری نداره بعد الیشه برمیگرده بهش میگه تو سال آینده همین موقع صاحب فرزندی میشه ببینید دقیقا این نویدی بوده که به ابراهیم و سارا داده شده بود بعد زن بر میگرده چون که شوهرش بسیار سال خورده بوده میگه نه من از تو یه همچین درخواستی ندارم و نمیخوام بعد بعد میگه زن, بعد زن... در این میگه فریبم ندی. فریب ندی دقیقا چون واقعا مثل سارا که باور نداشته میگه که فریبم نده و من نمیخوام و این اتفاق میبینید میفته و این اتفاق میفته و به سال آینده به سلا بچه دار میشن و صاحب پسری میشن و همون پسر موقعی که در واقع فصل درو بوده داشتن میرفتن اونجا در کنار پدرش بوده حالش بد میشه و به سلا این بچه میمیره این پسر میمیره این پسر رو میبرن به صلاح در کنار الیشه و به قب صلاح قبل از اینکه میخواستن ببرن بردر خیلی من معذرت میخوام قبل از اینکه که در مورد اون اتفاق عظیمش صحبت کنید که اون دیگه واقعا تصویر است همهش تصویر است خدا دقیقا. دقیقا. و یک چیز دیگه اینجا شما گفتیم که الیشه شاگردی داشت و این شاگردی خود فرستاد خودش نرفت با زن صحبت ده، ده، کنه شاگردش فرستاد گفت این زن برای ما خدمت بسیار کرده برای این ما باید کاری انجام بکنیم بعد شاگردش رفت جای احوال شد گفت این خب فرزند نداره و اینجا ما میبینیم وقتی که ما شاگردان خدا آن امون مثل شاه جلال هستیم خدا از طریق شاگردانش با دنیا صحبت میکنه خدا از طریق ایمانداران خودش میگه این دنیا چی میخواه وقتی که خدا ما که به خدا آن ایمان داریم ما میریم نزد خدا خداوند مسیح مسیح شاه جلال میگیم عیسی مسیح شاه این دنیا به نجاتتون نیاز داره خداوند مسیح مسیح شاه نجاتش رو آشکار میسازه برای دنیا خیلی این خیلی جالبه که الیشا خودش نمیره صحبت کنه شاگردش رو میفرسته و خداوند مسیح مثل از طریق دانش با دنیا صحبت میکنه و کلامش موعظه میشه و مردم ایمان میاره و این هم تصویر از خداوند مسیح شاگرد می داشتین گفتیم که پسرش رو برد نزد الیشا پسرش مرد پسرش پسرش رو میبره بعد پسرش رو وقتی که میبرن توسط در اون خادم الیشا چون که اون جوانتر بود میتونسته به قول خودمون سریعتر بره اصاشو میده الیشه میگه ببر اونجا و اینو بذار به صلاح بر روی همون به قول خودمون جنازه اون پسر و تا من بیام بعد وقتی که میرسه اون الیشه به اون میبینن که هنوز اون در واقع مرده اون الیشه میره دهان خودش رو بر روی اون مرده میذاره بر روی اون پسر میذاره و به صلا دمی به صلاح به او میده که ما دقیقا باز همون که شما میگین همه اینا برای ما خاطرات رو که از کتاب مقدس به دست آوردیم او و تا بازدم ایسای مسیح به ما نخوره ما زنده نمیشیم تا به صلاح نفس حضور نفس عیسی مسیح بر ما به صلاح نخوره دمیده نشه ما روح جدید پیدا نمیکنیم زندگی جدید پیدا میکنیم و آغاز دوباره ای برای ما نمیشه و اینجا میگم الیشه جلوگر برای ما جلوه گر عیسی مسیحه و اون مرده من هستم ما. ما هست. خب وقتی که الیشه میاد به صلاح نفسشو نفسش رو به اون پسر میده اون پسر جون تازه میگیره و زنده میشه و اگر من اینجا هستم و شما اینجا هستیم بازدم ایسای مسیح به ما خورده که این نوید رو کلام به ما داده که زندگی جاوید رو پیدا میکنیم بعد این در واقع زنده شدن اون پسر بوده پسری بوده که اومدنش رو خود الیشه نوید داده بوده و دوباره زندگی دوباره ای بهش میده این رو در واقع بینندگان میتونن در دوم پادشاهان باب چهار اینو بخونن برادر یه چیز دیگه وقت هم ندارم خیلی بردل. از بیننده ها شاید بگه خب اینا مرده این هم مرد زین... پس اینا یلیشا مرده زنده کرد واسه خداوند ما شما مرد مرده زنده کرد پس اینو تفاوتشون چیه کدومشون مثلا برتره برتریش در اینه که الیشا خداوند مسیح مسیح شاه جلال یعنی خود الیشا گفت خود وقتی که این مرد مادرش رفت پیش الیشا خود الیشا اقرار کرد گفت خداوند این امر را از من پنهان داشت در این باره چیزی به با من نگفته و ما می‌بینیم که توسط خدا خدا از طریق الیشا نفس حیات رو بازگردان به با اون پسر ولی وقتی که ما می‌بینیم خداوند مسیح مسیح شاه جلال را مرده ای را که چهار روز در قبر بود بدنش شروع کرده بود به پوسیدن الازر مرده چهار روزه صد فقط صدا کرد گفت الازر بیا بیرون دنیای مردگان نتنست روحش را نگر دارد. و الازر که چهار روز مرده بود بدنش شروع کرده بود به پوسیدن زنده شد خدا نمونسته مسیح شاه جلال خدای عظیم است چون که شما فرمودید نفس حیات در عیسی مسیح است در صدای او هست در کلامشش اقتدار است ما باید به او ایمان بیاریم آمین دقیقا همینطور اگر ما اینجا راجع به صحبت میکنیم الیشا رو ما یه جزء بسیار بسیار کوچیکی از اون منبع قدرت میدونیم و اون منبع قدرت چیزی نیست کسی نیست برای ما جز خدای پسر و همون عیسای مسیح که تمام قدرت در او نهفته است اگر دقیقا همونجور که شما فرمودید اگر الیشه میاد مرده ای رو زندگی زنده میکنه دقیقا قدرتش رو از خداوند خدای پدر گرفته همونجور که شما فرمودید در کلام مکتوبه که میگه گفت به مردن این پسر رو خداوند من رو آگاه نکرده بوده ام. اما ما میدونیم که عیسی مسیح اشراف بر کل جهان داره اینجوری نیستش که یه مثلا من یک ای از جهان در یک خلوت تنها باشم عیسی مسیح حواسش به من نباشه ام. یا من اونجا تنها باشم نه مطمئنا ما ایمان داریم که عیسی مسیح در همون زمان در کنار من هست در شما هست در یک شخصی که در آفریقا هست در آسیا هست در همه جا اشراف داره آمین و این خیلی زیباس برده چون ما الیشا رو میبینیم که الیشا گفت خداوند این امر رو از من پنهان داشت و خداوند موسی مسیح شاجلال ما بینیم که در اون شهر که الازر هست خداوند موسی مسیح شاجلال نیست ولی خداوند موسی مسیح شاجلال وقتی که به شاگردانش میگه بیایید بریم به جلیل زودتر از خداوند موسی مسیح به شاگردانش میگه بیایید بریم دوستمون الازر خفته است اینجا ما می‌بینیم که الیشه آگاه نیست ولی ما می‌بینیم خداوند مسیح مسیح چه جای آغاز میگه دوستمون خفته است همچون که شما گفتید اشراف داره با ما هست خداوند مسیح مسیح جای گفت او مرده است الان میریم که بلندش کنیم از دنیای مردگان با توجه به کم بوده وقت ما فکر می‌کنم که باید این معجزاتی رو که الیشه توسط قدرتی که از خداوند می‌گیره رو بذاریم برای هفته آینده و موکولش بکنیم به هفته آینده و شما بینندگان عزیز منتظر باشین که معجزات بیشتری رو از الیشه که جلوهگر عیسی مسیح باشه رو ببینیم آمه، آمه. مخصوصا معجزاتی که دقیقا اونجا دیگه خود عیسی مسیح رو به عینه میبینیم آمین آمین مرسی آم. برای خدا رو شکر برای وجودتون خداوند عیسی مسیح شاهد الخالق آسمان زمین با شما باشه عزیزان نفس حیات در عیسی مسیح عیسی مسیح است که به ما حیات میده ایمان بیارید به خداوند مسیح شاهد جلال تا حیات داشته باشید تا دیدار دوباره خدا نگهدار هللویا